اینجا ایست هارلم یا اسپانیش هارلمه که به الباریو هم معروفه. ایست هارلم واقع در منطقه 11 در شمال شرقی منهتن قرار داره و با جمعیت نزدیک به 120 هزار نفر یکی از بزرگترین جوامع لاتین نیویورک رو تشکیل میده. اینجا یه زمانی محله ایتالیایی ها بوده که در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم به اینجا مهاجرت کردن. اما اون جمعیت به مرور زمان جاشو داد به اسپانیایی زبونا یا اصطلاحاً هیسپانیک ها که بخش عمده‌شون رو پورتوریکن ها تشکیل میدن و در دهه 1950 به اینجا اومدن. تعداد مهاجرین جمهوری دومینیکن و مکزیکی هم طی سالهای اخیر به شکل قابل توجهی درش رشد کرده. خیابون 116 شرقی شاهرگ داد و ستد لاتینوهای ایست هارلمه که از خیابون پنجم شروع شده و به قسمت شرق تا FDR درایو ادامه داره. فروشگاه موسیقی کاسا لاتینا یکی از قدیمی ترین فروشگاه های اینجاست که سال 1948 توسط یک موزیسین به اسم بارتولو آلوارز افتتاح شد و امروز همچنان پاتوق عاشقای موسیقی لاتین این منطقه است. حدود 30 سال پیش گروهی از فعالین اجتماعی سیاسی و هنرمندای این محله با هدف حفظ و انعکاس میراث فرهنگی آمریکای لاتین و جزایر کارائیب موزه‌ای را افتتاح کردند که اسمش را گذاشتن ال موسیو دل باریو. این موزه با برگزاری نمایشگاه‌های متعدد دارای مجموعه 8000 قطعه‌ای از آثار فرهنگی و هنری آمریکای لاتین و جزایر کارائیب. نشونه دیگه چند ملیتی بودن این محله مجموعه متنوع مؤسسات و بناهای مذهبی از صومعه یونانیای ارتدوکس گرفته تا کلیساهای کاتولیک رومی یا کلیسای معروف ارتدوکس روسیه. اما شاید جالبترین این بناها مسجد بزرگی نیویورک باشه که در مرز جنوبی هارلم و خیابون 96 شرقی واقع شده و گفته میشه بخش اعظم بودجه ساختش رو دولت کویت پرداخت کرده. هارلم شرقی در دهه های 1960 و 1970 با مشکلات بزرگی اقتصادی، شورش های قومی نژادی، دعواها و زد و خوردهای محلی، سوء مصرف مواد مخدر، جرم و جنایت و فقر مواجه شد. امروز هم این محله با مشکلات اجتماعی زیادی مثل بالاترین نرخ بیکاری در شهر نیویورک، بالاترین میزان بارداری در نوجوانا و اعتیاد به مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنه. اما با وجود همه سختی‌ها این محله سرشار از شور و هیجان زندگیه و به مرکز موسیقی سالسا و رگتون مشهوره. اینجا هم مثل خیلی از جوامع پردرد و مشقت چهره‌های سرشناس و هنرمندای بزرگی رو در دل خودش پرورش داده. مثل سامی دیویس جونیور، برت لانکاستر، آلپاچینو یا تیتو پوئنته استاد بزرگ موسیقی جاز، سالسا و مامبو همگی تو این محله به دنیا اومدن. گروه ارکستر اسپانیش هارلم ارکسترا هم از جمله گروه‌های محلی اینجاست که شهرت بین‌المللی پیدا کرده. یکی از معدود استودیوهای بزرگ فیلمبرداری نیویورک هم به اسم متروپولیس در همین محله قرار داره که شوهای تلویزیونی معروفی مثل شوی کمدی دیو شپل در اونجا تولید شده. از جشنای ملی که در اینجا برگزار میشه، رژه روز ملی پورتوریکو بزرگترین اوناست که همه ساله در هفته دوم ماه ژوئن در امتداد خیابون پنجم برگزار میشه.
این رژه که با هدف ایجاد آگاهی ملی و اتحاد بین 4 میلیون پورتوریکویی ساکن آمریکا برگزار میشه، در سال 1995 میلادی به عنوان رژه روز ملی پورتوریکن‌ها به ثبت رسید. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.